سلام به دوستایی که وارد لایو ما شدن. بچه اگر که صدای من و تصویرم خوبه توضیح بدین. لایو برای کتاب وکبولر تماتیک هست در مورد لغت. سلام بچه، صدا و تصویر من میشه بگین چطوریه؟ مرسی، ممنون. غزل جون خوش اومدین، سپیده، صدف، مرسی عاطفه جون. عزیزم خوش اومدین همگی، منتظر میمونیم بچه ها چند دقیقه تا همه دوستان برسن. یه دقیقه دیگه فرصت داریم تا بقیه برسن. بچه شما که کتابو دارین سکسیون 6 رو میخوایم کار کنیم، صفحه 35. اگر کتاب رو دارین میخواین که صفحه رو آماده کنید. Bonsoir. آی بله، من سلام کردم بهشون. دیدن که سلام کردم غزل جون. سلام به همه بچه که تازه پیوستند به ما. بچه کتاب وکبول تماتیک رو میخواییم کار کنیم، سکسیون 6 رو. اگر کتاب رو دارید صفحه 35 رو باز کنید. خب اول من خودم معرفی کنم. من نگار هستم. من به جای فرناز جون قراره که از این هفته لایف ها رو اجرا کنم. یک هفته در میون، البته یک هفته من، یک هفته هم عاطفه. یکی دو دقیقه دیگه منتظر بشیم بچه ها که بقیه هم برسن و شروع کنیم. سکسیون 6 رو شروع میکنیم بچه ها. سوژه این هفته در مورد اینترنت هست، یه سوژه پرطرفدار و خیلی کاربردی که من فکر میکنم که برای بچه ها خیلی کاربرد داره، لغتهاش، اصطلاحاتش، و اینا رو با هم دیگه امروز شروع میکنیم به خوندن و دوره کردن. شروع میکنیم با لزپقه کنکته، یعنی وسایل ارتباطی، ابزارهایی که ما برای ارتباط احتیاج داریم. ان اوردیناتور پورتابل یا پسه، اون تبلت، ان اسمارتفون، اینها ابزارهای ارتباطی هستن برای ما. بچه ها اوردیناتور پورتابل وقتی میگه منظور بیشتر همون لپتاپ هستش. حالا اجزای کامپیوتر که تشکیل شده یک کامپیوتر از چه قسمت هایی؟ لکخان، لکخان تکتیل، یعنی همون صفحه هایی که تاچ هستن، لمسی هستن. اکخان تکتیل، لوکلاویه، لتوش دو کلاویه، کیبورد و دکمه های کیبورد. لسوری اوک او سان فیل، موز هایی که سیم دارن یا وایرلس هستن. سان فیل، لویب کم، لامپریمانت، لامپریمانت همون پرینتر هستش، لامپریمانت. حالا برای به جای کلمه اینترنت بچه ها کسی میدونه چی دیگه میتونیم استفاده کنیم؟ چند تا مترادف داره؟
اگه کسی میدونه بنویسه برامون توی چت. به جز اینترنت، اینترنت رو که دیگه گفتیم. خب به جز اینترنت ما میتونیم بگیم آنلاین، میتونیم بگیم لو وب، براو، لو نت، لاتوال، اینا همه کلمه‌ای هستش که لا کنکسیون، البته بیشتر میشه ارتباطی که برقرار میشه برای اینترنت، ولی خود به جای خود کلمه اینترنت لو وب، لاتوال و لو نت استفاده میشه و کسی که کاربر اینترنتی هست رو بهش میگیم ان انترنوت. بچه ها انترنوت یا همون کاربر اینترنتی بدونی فمینن و مسکولنش هر دوی فرم داره، هم نوشتارش هم تلفظش، پس هیچ فرقی نداره، ان انترنوت اون انترنوت هر دوتا میشه کاربر اینترنتی. لو نومریک، لو دیجیتال، این هم که برای دنیای مجازی کلن یا میگیم لو نومریک لو دیجیتال، این دوتا هم با هم سینونیم هستن. حالا میریم تو بحث لکونکسیون که ببینیم چطوری اصطلاحاتشو بگیم که وقتی ما وصل میشیم به اینترنت لکونکسیون انترنت، وصل شدن به اینترنت، سو کنکت انترنت، سو دکنکت. بچه ها دقت کنید که این فعل پرونومینال هست، سو دکنکت کنکت نیست، سو دکنکت سو کنکت سو دکنکت، وصل شدن به اینترنت یا قطع شدن از اینترنت، سو کنکت سو دکنکت. حالا اگر که بخوایم به وای فای بگیم وصل میشیم چه استفاده میکنیم؟ سو کنکت آن وی فی، سو کنکت آن وی فی. بچه ها این حرف اضافه رو دقت کنید، سو کنکت انترنت، سو کنکت آن وی فی، اونجا ا استفاده کردیم، اینجا آن استفاده میکنیم. حالا میخوایم بگیم که من آنتن دارم یا وصل هستم به شبکه، کسی میدونه بچه ها اینو چی میتونیم بگیم وقتی که وصلیم به شبکه؟ سو کنکت ا، درسته؟ و اینکه وقتی آنتن داریم میگیم چی؟ اصطلاحش چیه؟ avoir du réseau، یعنی که وصل هستم به شبکه، نت دارم، و برعکسش نو پاز avoir du réseau، نو پاز avoir du réseau، یعنی که شبکه ندارم، وصل نیستم. وارد کردن کلمه رمز entrée en mot de passe، وارد کردن کلمه رمز، بله، j'ai le réseau. Bravo. خب برای اینکه میخوایم بگیم که توی اینترنت میچرخیم، گشت و گذار کردن توی اینترنت چی است؟ la navigation sur internet، la navigation sur internet، حالا رفتن به اینترنت و گشت و گذار کردن، aller sur internet، الی سوغن سید، سوخفه سوغن ترنت، اینا با هم دیگه مترادف هستن، پس میتونیم بگیم الی سوغن ترنت دکور، سوخفه سوغن ترنت، الی سوغن سید. حالا استفاده از موتور جستجو، اوتیلیزه لو موتور دو رشرش، استفاده کردن از موتور جستجوگر، اوتیلیزه لو مو لو موتور دو روشرش. حالا بچه ها این یه چیزی بپرسم ازتون، دانلود کردن و آپلود کردن آیا کسی میتونه؟ میتونه بنویسه برای ما یه فایل رو دانلود کنیم و آپلود، فعلش رو فقط اگر میدونید. دانلود کردن و آپلود کردن. براو، تلشارژن دوکومان و برای آپلود کردن تلشارژه، وی تلشارژه، دکو، آپلوده اوسی، ت
تلورسه، تلشارژه، تلورسه، دانلود کردن، آپلود کردن، آپلودن کاتفشون گفتن، اونم درسته. مرسی از شما. بعد یه توضیحی پایین بچه ها داده برای ما، گفته که کلمه دیجیتال بیشتر از نومریک استفاده میشه این روزها، پس اگر که برای فضای مجازی خواستیم به کار ببریم کلمه دیجیتال رو استفاده کنیم. درسته که یه ریشه انگلیسی داره، انگلیسیسم هست، ولی خب توی فرانسه، بین فرانسه زبان ها، بین فرانکوفون ها، دیجیتال بیشتر طرفدار داره تا نومریک. اگر خواستین استفاده کنید دیجیتال رو استفاده کنید. الان میرسیم به تمرین شماره 1. برای این کلمه هایی که من میگم لطف کنید هر کی که میدونه سینونیم بنویسه. سینونیمش توی همین چیزایی بود که الان ازش رد شدی. برای نویگ سوغ انترنت بچه چی دیگه میتونیم استفاده کنیم؟ نویگ سوغ انترنت یه فعل دیگه به من بدید. نویگه اون پا اوتیلیزه و سی علا پلاستون نویگه سوخفه وی دکار نویگه سوغ انترنت سوخفه سوغ انترنت هر دوتاش درسته. برای متر فن علا کنکسیون شخشه وی وی، ولی خب حرفه ای ترش هم همون سوخفه هست. اله سوغلونت وی دکور اله سوغلونت متر فن اله کنکسیون یعنی چی؟ متر فن اله کنکسیون وقتی که از نت قطع میشیم فعلش چی بود؟ دکور سو دکونکته اله سوغلونت مال قبلی بود. اله سوغلونت بله مال قبلی بود. اینیه سوده کنکته، درسته، کاملا درسته، سوده کنکته. برای انوردیناتور پرسونل چه کلمه ای رو میتونیم بگیم؟ کامپیوتر شخصی، انوردیناتور پرسونل اولین کلمه ای بود که توی لایف شروع کردیم. کامپیوتر شخصی رو بچه ها چی میتونی بهش بگیم؟ یک کلمه خلاصه کوچیک. درگاه پس انوردیناتور پورتابل، بله دقیقا درسته اونم، یا همون پسه که خلاصه ترش هست پرسونال کامپیوتر پسه. دکور عاطفه جان بله پسه همون اوردیناتور پرسونه. صفحه بعدی یه تمرین دیگه هست، اگزرسیس نمره 2. کلمه ها رو داده که ما باید وصل کنیم به توضیحاتش. حالا بهتره که من توضیحات رو بخونم شما کلمه ها رو به من بگید. سوخ دوردیناتور پورتاب سان کلاویه، اون کامپیوتری که کلاویه نداره بهش چی میگیم؟ صفحه کیبورد رو نداشته باشه. سوخ دوردیناتور پورتاب سان کلاویه سابدیر آمپودیر اون تبلت. خیلی بیان اون تبلت تبلت پختی دو لوردیناتور کی کمپورت ده توش آمپرمه نوتمان دکریر. اون قسمتی که برای تایپ کردن استفاده میکردیم اسمش چی بود؟ پختی دو لوردیناتور کی کمپورت ده توش اپرمه نوتمان دکریر. تبلت مال قبلی بود. الان قسمتی که باهاش تایپ می‌کنی انکلاویه، انکلاویه دکو سورپاس سورلاکل
apparaissent les contenus, les textes, les images, les vidéos. C'est quelle partie? قسمتی که تکست ها و ایمج ها و ویدیو ها رو توش میبینی؟ سورفاس سور لکل اپارس لکنتونو نو کلاویه سه پور اکری. من فکر کنم که یکم جواب بچه دیر میاد. کلاویه مال قبلی بود، الان قسمتی رو میخوایم که تصاویر رو توش میبینیم، تکست ها رو، ایمج ها رو، ویدیو ها رو که اون قسمت هستش. انک خان، دکور، مرسی سپیده، مرسی دلارام، ببخشید یکم ریز اسما، اک خان، مرسی عاطفه. و قسمت آخر، پختی دور اردیناتور کی پرمه دو دپلاسه لفلش ادو کلیکه. با کدوم قسمت فلش رو تکون میدیم؟ سه ستون ستون سوری قسمت موز هستش. خب بچه ها قسمت بعدی یه کادری هست، بچه که کتاب مرسی اون سوری، بچه که کتاب رو دارن یه کادری هست صفحه 36 و کسایی که ندارن من میخونم براشون. برای نوشتن یک متن مراحل رو که ما باید به کار ببریم اینجا توضیح داده برای ما. لزه تب دوله کنسپسیون دن تکس نومریک، چی کار کنیم برای ایجاد یک متن؟ اون سوقی دکو برای نوشتن یک متن مراحل چیه؟ تو دواغ اون دو علومه لغدیناتور، خب تا روشن نکنیم نمیتونیم دیگه مطمئنن اون تکس رو بنویسیم دیگه، پس اول باید علومه کنیم، علومه لغدیناتور روشن کنیم. دو بلو کلیک سوق لوجیسیل دو تخدمان دو تکس، دبل کلیک کنیم روی لوجیسیل دو تخدمان دو تکس. حالا لوجیسیل های تخدمان دو تکس میتونه چی باشه؟ مثل ورد برای ما، پس نرم افزار های پردازش متن یا همون نوشتن متن. لوجیسیل دو تخدمان دو تکس. اوفقیق انو و فیشیه یه فیش و یک فایل جدید رو باز میکنیم. آغوشیس خلو فیشیه الاندروه شوازی ثبت میکنیم اون فیش رو در قسمتی که انتخاب کردیم. تپلوتکس پور رپرودویر ان تکست دژ اگزیستان کپی کله. اگر بخوام یه متن رو از جایی به جایی بیاریم، همون کپی پیست خودمون، کپی کله پس فعلش هست کپی کله میکنیم. پور مودیفی لور دو تکست کوپ کله. اگر که یک متن رو میخوایم ترتیبش رو عوض کنیم باید چه کار کنیم؟ باید کوپه کله کنیم، همون کات پیست خودمون کوپه کله. اجوتن تیتر اده سو تیتر، میتونیم تیتر اضافه کنیم و سو تیتر اضافه کنیم یا همون عنوان های فرعی که اضافه میکنیم برای متنمون. آنگوژیس خیلی مودیفیکاسیون و این تغییرات رو ثبت میکنیم. در آخر هم فرمه لو فیشیه ای لو سوگرده آنلین شو انترنت و سوگانوت خو اپاری اون یو اس بی. پس فایلمون رو بعد از اینکه بستیم یه بار دیگه سیوش میکنیم توی یک یو اس بی یا توی اینترنت برای اینکه محکم کاری کرده باشیم. بچه ها اینجا یه چیزی نکته رو اومده اشاره کرده برای ما، گفته که تفاوت آنگوژیسخه و سوگرده چیه؟ سوگرده و آنگوژیسخه در ظاهر هر دو یه معنی رو میدن که همون سیو کردن میشه، ولی یه تفاوت کوچیکی دارن. گفته که من میخونم اول براتون. آنگوژیسخه الکسیون دو باز کی سینیفی کلو دوکما رستوره ابر اوار اتن لوردیناتور. بعد از این که شما کامپیوتر رو خاموش کردی و دوباره روشن کردی اون متنت وجود داره، مثل همون سیوی که خودمون کنه. ولی لا سوگر پو اوسی سینیفیه لو رکور ان اوتر سوپور سور لوکل اون دوپلیک لو دوکومان پور پلو دو گارانتی. برای این که یه بار دیگه گارانتی کنیم که این متنمون از دست نمیره، اون رو میتونیم توی یه دونه یو اس بی سیوش کنیم. پس تفاوت سوگرده و انرژیستره اینجا مشخص میشه. بله چشم، ببخشید من به خاطر اینکه یکم زمان رو هم
حواسم باشه که از دست نره، یکم تون میخونم. چشم، حالا سعی میکنم که آرومتر بخونم. پس من از تمرین هایی که هم سریعتر میگذرم، از متون آرومتر میگذرم که شما بتون اگر میخواین چیزی بنویسید یادداشت کنید. الان رسیدیم به یه تمرین دیگه. خواهش میکنم. گفته که برای دوباره یه سری اصطلاحات اینجا به ما گفته، یا یه سری جمله هست توی دو تا از تمریناش که ما باید بگیم این مربوط به چیه. یک مدل از پروگرام انفورماتیک، پروگرام انفورماتیک که بالا گفتیم اسمش چی میشه؟ نرم افزارهای کامپیوتر رو ما به فرانسه بچه چی میگیم؟ نرم افزارها رو در زبان فرانسه نرم افزار هم همون لوژیسیل ها نام دارن. ان لوژیسیل. جمله بعدی، ان تکست او موزیک او تو او خود و کمان دان لوردیناتور کلومپو فسیلمان آنوایه پر ایمیل او کپیه. بچه ها گفته که یه تکست یا موزیکی که ما توی کامپیوتر داریم و میتونیم به راحتی با ایمیل، مرسی لوژیسیل، میتونیم به راحتی با ایمیل یا کپی کردن اونو جابجا کنیم، بهش چی میگیم؟ توی کامپیوتر همون فایل خودمون توی فارسی به فرانسه میشه انفیشیه. انفیشیه، پس انفیشیه همون فایل ما هست. خب و قسمت آخر، اکسیون دو رپرودویر اون پارتی دان دوکومان پور اویته پایزامپ دو دووار لکریر اون دوزیم فوا. اگر میخوایم یه چیزی رو، بله فیشیه درسته، اگر که بخوایم یک متنی رو ببریم یه جای دیگه، همون کپی پیست خودمون به فرانسه میگیم کپیه کله، کپیه کله میکنیم، مثلا همون کپی پیست در انگلیسی کپیه کله. امیدوارم که آروم گفته باشم که دوستان بتونم بنویسم. بله کپیه کله، دو قسمتیه بچه این کپیه کله با هم هست، کپیه کله میکنیم اون متنمون رو، کپیه کله. بله رسیدیم به قسمت جذاب من فکر میکنم، آنتروتیان که متنی هست. حالا من سعی میکنم باز آروم بخونم هر جایی که لازم شد توضیحات بدم براتون. تیترشو بخونم. کلود اتن اسپسیالیست ده پروبلم لیه انترنت ایل رپون اکل کو کسیون سور لی پرنسیپو دانجه کی مونس لز انترنت. خب حالا بچه میخوام ببینیم که اینترنت برای ما چه مشکلاتی داره، آیا اصلا برای ما مشکلات داره یا همش فقط مزایا هست. کسی میتونه در حد کلمه، چون حالا متن یکم طول میکشه، به ما بگه ممکنه که اینترنت چه مشکلی داشته باشه یا برای کدوم قشر از انترنوت ها بیشتر میتونه خطرناک باشه؟ پوغ لزانفان، پوغ لزادولت، پوغ لمینور، برای کدوم دسته و چه خطری میتونه داشته باشه، چه مشکلاتی میتونه داشته باشه. دوستانی که جدید اومدن هم توی این فاصله من خوش آمد بهشون بگم، سلام کنم بهشون، خوش اومدین به لایو ما. لزانفان پور تول موند برای همه ممکنه که معایبی داشته باشه، درسته. پور لزانفا آفت ایلیه اوانتج ای دو لزان دن دن کنونیان پور لزادوت. هم مزایا خوب داره هم معایب داره. حالا اینجا بیشتر میخواسته ببینه که
کیو تهدید میکنه؟ سلو سلو بیانوانو. فوتیل اواغ پور انترنت؟ باید بترسیم ما از اینترنت؟ ژورنالیست سوال کرده. فوتیل اواغ پور انترنت؟ باید بترسیم آیا واقعا ما از اینترنت؟ حالا جواب کلود چی هستش؟ انترنت اتنوتی اکسترادینر دو کمونیکاسیون دکسپرسیون ادو پختش دون لوتیلیته نوفه اوکندوت، ابزاریه برای ارتباط برقرار کردن، برای پختاژ کردن و کاربردی بودن اون واقعا شکی درش نیست. تا اینجا رو ما هم موافقیم. پور لز انفان پرس اینو پوف با کمپران کما اوتیلیز وی. مرسی اوو، مرسی اوو، ممنون که تشریف آوردین توی لایو ما. خب پس اینجا گفته که مزایایی داره که و شکی درش نیست. سوپاندان، حالا ایده رو عوض میکنه با سوپاندان. سوپاندان با این وجود دمونس امپورتانت دو تیپ دیفران سون اپرو اوک انترنت. حالا میگه که تهدیدهایی هم هست اینجا در استفاده از اینترنت. برای کیا؟ حالا شروع میکنه. لمینور سون لپلو ولنرابل، بچه ها و افراد نابالغ. لمینو صادق افراد نابالغ لمینو سون لپلو ولنرابل. بچه ها ساختار سوپرلاتیو رو اینجا توجه کنید بهش. آسیب پذیرترین قشر افراد نابالغ یا هم بچه ها هستن. لمینو سون لپلو ولنرابل. لپلو ولنرابل ساختار سوپرلاتیو هست که اینجا به کار برده. Ils ont accès à toutes sortes de contenus violents, pornographiques, de propagande, en quelques clics seulement. خب بچه ها ساختار avoir accès à، دسترسی داشتن به. نیبوتون ادو هست، ما هم ترجمه میکنیم که شما بتونید استفاده کنید. خب ils ont accès à toutes sortes de contenu. بچه‌ها دست می‌خواد بگه که دسترسی دارن به تمام محتواها. avoir accès à یعنی دسترسی داشتن به. ils ont accès à toutes sortes de contenu violent، به همه محتواهای خشن. pornographique جنسی. دو propagande، propagande سوادیر تبلیغاتی، پس از طریق تبلیغات به اینها دسترسی دارن. آنکل کوکلیک سلمان یعنی میخواد بگه به راحتی، پس آنکل کوکلیک سلمان فقط با چند تا کلیک به راحتی دسترسی پیدا میکنه. آن پلوس دو سه کنتونو انب خوبخیه، کنتونو انب خوبخیه محتواهای ناسالم و نامناسب. لژان qui sont deux grands utilisateurs d'internet et des réseaux sociaux sont particulièrement exposés au risque de cyber harcèlement et de conversation avec des inconnus aux intentions parfois dangereuses. این جمله زره طولانی شد، حالا من تیکه تیکه بازی کم میخونم و ترجمه میکنم براتون. استاد صفحه چنده؟ صفحه 37 قسمت آنتروتین. En plus de ces contenus inappropriés, محتواهای نامناسب، les jeunes qui sont deux grands utilisateurs. بچه ها، حالا این فکر کنم برای نیوای کم از ادو بالاتره، اینو من بهتون بگم. qui sont deux grands utilisateurs. بچه ها، اینجا چرا نگفته des grands utilisateurs؟ گفته qui sont deux grands utilisateurs. هر موقع که ما صفت جمعی قبل از اسم داشته باشیم د به کار نمیره و به جای اون دو به کار میره. صفت جمع قبل از اسم، قبلش د نمیاد، دو میاد. کی سون دو گران اوتیلیزاتور د
d'Internet et des réseaux sociaux sont particulièrement exposés à quelque chose, yani dar ma'raz chizi qarar gereftan, exposés au risque de cyberharcèlement et de conversation avec des inconnus aux intentions parfois dangereuses. Inconnus, همون آدمایی هستن که ناشناس هستن، غریبه ها، des inconnus، آدمای غریبه، aux intentions، به هدف، à l'intention، یعنی به هدف، aux intentions dangereuses، به اهداف خطرناک، پس مورد تعرض قرار میگیرن. Ils ont aussi davantage tendance à s'enfermer dans le monde virtuel. همچنین اونها میل دارن که خودشون رو توی دنیای ویرتوئل، لومون ویرتوئل یعنی فضای مجازی محفوظ کنن. avec les jeux vidéo، با بازی های ویدیویی، آنلاین که آنلاین هستن فور اگزامپل، ainsi à se désocialiser. se désocialiser یعنی که از جامعه دور بشن و تنها بشن. se désocialiser. دوستانی که تازه به جمع ما اومدن خوش اومدید. اگر کتاب دارید بچه صفحه 37 قسمت آنتخوتیان رو داریم توضیح میدیم. دوباره ژورنالیست سوال کرده les adultes ne sont-ils pas également concernés؟ آیا بزرگسال‌ها مورد خطر قرار ندارن توی این داستان، توی داستان اینترنت؟ معذرت میخوام. bien sûr que si. خب مطمئنن که چرا؟ le phénomène de l'addiction aux appareils، ادیکسیون اکل کشوز، اعتیاد و وابستگی به چیزی، ادیکسیون ا لادیکسیون او زپاره کنکته توش دو پلوز آن پلوز دو پرسون، اونها خطر اعتیاد تهدیدشو میکنه. بوکو دادولت، پس بوکو دوتان دریر لور اکران سان مم سان ران کمت، بدون این که خودشون بدونن، سان مم sans rendre compte. Se rendre compte, ça veut dire donner sa nécessité. Sans même sans rendre compte. بدون اینکه خودشون بفهمن، زمان طولانی رو پشت اکران هستن، پشت سیستم هاشون هستن. La protection de la vie privée et des données personnelles constitue un autre enjeu important. یه دونه انجو دیگه مهم هم داریم. اینجا چی هست؟ پروتکسیون دو لوی پریوه، حفاظت از زندگی شخصی ماست. بزرگ سالان لو پروبلم اکو، مشکل اینه که سور لرزو لزانترنود او مم دیفوز ولونترمان ست دونه ان پارتاجان ده کنتونو تخی پرسونل دو فاسون پوبلیک نو پروتجه ادونگ اکسسیبت. اونها هم، بزرگ سالان هم، خودشون ولونترمان با اختیار خودشون دونه های پرسنلشون رو پختجه میکنن در فضای مجازی. mais la protection des données n'empêche pas que le risque de piratage existe toujours. پیراتاج بچه یعنی دزدی ها، حالا اون سرقت های اطلاعات شخصی اینجا منظورشه. لذکه سون کپپ دن فیلتره میتونن رخنه کنن. ان فیلتره نمپخت و کل اپقی، مهم نیست که شما با چه اپقی، با چه ابزاری وارد بشی، هکرها ان فیلتره میکنن، رخنه میکنن در اپقی شما. ممسیل سکوریزه پرمودو پس، حتی اگر مودو پس هم داشته باشی اونها میتونن رخنه کنن. پور وله دز انفورماسیون مونه از سیبر اتک او سمپلومان دت خوی لو سیستم،
برای این که اطلاعاتتون رو بدزدن، ولد زانفورماسیون، یا که سیستمتون رو آسیب بزنن، دتخویر لو سیستم. بچه اینجا کسی سوالی داره؟ اگر که تند خوندم به هم بگی، من زمان رو هم باید در نظر بگیرم تا حدودی. حالا اگر تا اینجا کسی سوالی داره بگه. سلو سلو یموانو، خوش اومدید بچه ها، کسی که دیر رسیدن، تازه رسیدن. صفحه 37 هستیم، قسمت آنتخوتیان. از اینکه کسی سوالی نداره خدا رو شکر، من ادامه بدم. کلسون لریسک دانترنت الشل دولا سوسیته. حالا برای جامعه الشل دولا سوسیته، در اشل جامعه چه مشکلی وجود داره؟ الشل دو، الشل دولا سوسیته انترنت پرمه دو پروپاجه، پروپاجه ساودی پختجه. جوسی آوتا پدو پروبلم پدو سوسی. از اینجا با ما همراه باشی سعید جان، از اینجا به بعد. انترنت پرمه دو پروپاجه دزانفورماسیون اکسترمومان رپیدمان ا تری گراند اشل. میتونه انتشار پیدا کنه اطلاعات خیلی سریع و در اشل خیلی بزرگ. ا تری گراند اشل، در یک اشل خیلی بزرگ. پروپاجه پروپاجه سوادیر پختجه، میتونه خیلی انتشار پیدا کنه سریع و در اشل بزرگ. سوکی دوویان دنجرو لورسکیل سجی دو فوس انفورماسیون کل جورنالیست نوم پا او لطان دو وریفیه. جورنالیست ها تایم کافی رو ندارند برای اینکه اخبارها رو وریفیه کنن، تایید کنن. بچه کلمه فوس انفورماسیون یا همون اطلاعات غلط، کسی هست که سینونیم بده براش؟ یه دونه سینونیم دیگه هم داره، یه دونه انگلیسی داره که فرانسوی ها خیلی به کار میبرن، یه دونه هم خود فرانسوی ها دارن. یعنی سه تا کلمه برای فوس انفورماسیون ما داریم. خبرهای غلط چی میتونیم براش بگیم به جای فوس انفورماسیون؟ اخبار غلطی که پخش میشه توی اینترنت فوس انفورماسیون یا چی هستن؟ انگلیسیش چی میشه بچه ها؟ انگلیسیتون هم اگر خوب باشه اون کلمه رو بگید. به کسایی که کتاب دارن هستش توی این متن. اخبار غلط فوس انفورماسیون. دزانفورماسیون، براو. اخبار غلط و اطلاعات غلط لا دزانفورماسیون هستن، یا مترادف توکس رو نمیدونم من نشیدم، فوس نوول وی اونم تقریبا هست، یا کلمه مترادف انگلیسیش که فیک نیوز هست. خبرهای غلط فوس انفورماسیون، فیک نیوز لا دزانفورماسیون. بچه همو فیک نیوز هم خیلی کاربرد داره توی فایل های صوتیشون، اگر که گوش کنی توی اخبارشون فیک نیوز رو خیلی، من فکر میکنم بیشتر از هر دوتای کلمه دیگه به کار میبرن. فیک نیوز، فوس انفورماسیون لا دزانفورماسیون، هر سه مترادف و هر سه کاربردش توی فرانسه درست هست. سو فنومن ده فیک نیوز پر ایزامپل پو اوار ده کنسکانس تری گراو، که این فوس نیوز میتونه نتایج خیلی جدی رو در بر داشته باشه. پس در درجه اول برای مینوها پوغل مینو، آنسویت پوغل زدورت، انفن
فوسانفورماسیون. سه تا مشکلی بود که توی این متن برای استفاده از اینترنت ذکر شد. فیک نیوز، بله درسته، فیک نیوز. خوش اومدید دوستایی که تازه داره وارد لایو میشین. اگر کتاب دارید بچه ها، الان ما صفحه 38 رو میخواییم شروع کنیم. خب حالا تمرینی داریم در رابطه با همین متنی که خوندیم. وغه او فو، به من بگید که کدوم جمله درسته کدوم غلطه. یه دونه وی بذارید یه دونه اف بذارید هم کافیه، فقط بگید درسته یا نه. Les gens ont facilement accès à des contenus potentiellement choquants. Facilement accessible. سریعه، خیلی راحت میتونن دسترسی داشته باشن. Les gens ont facilement accès à des contenus potentiellement choquants. Oui, oui, oui. Les autres, oui. وی سوره. توی متن کلمه رو داشتیم ما که گفته بود، جمله رو داشته بودیم، داشتیم که گفته بود آن کلکو کلیک سلمان، فقط برای فقط با چند تا کلیک، و این همین رو میرسونه که میگه فسیل ما فقط با چند تا کلیک میتونن به این محتواهای شوک کننده شوکان دسترسی داشته باشن. سال دوم، اینترنت فسیلیت لا پریز دو کانتاکت دان دیویدو مال انتانسیونه اوک دز انفان. مال انتانسیونه یعنی آدمهای بدخواه، اندیویدو مال انتانسیونه و متضادش میشه اندیویدو بیان انتانسیونه، آدمهای خیرخواه. مال انتانسیونه بیان انتانسیونه، اینو داشته باشید اینجا. خب حالا جواب ما چی میشه؟ انترنت فسیلیت لا پریز دو کانتاکت دان دیویدو مال انتانسیونه اوک لز انفان. وره میتونن با افراد بدخواه در به راحتی در ارتباط باشن. جواب این سوال چی میشه؟ وره؟ بله، به راحتی با افراد بدخواه در ارتباط هستن. اوک لز اندیویدو مال انتانسیونه. وره؟ دکور؟ وره؟ سال سوم، لادیکسیون او زپاره کنکته افکت اون فبل پروپورسیون دز ادولت. لادیکسیون او زپاره کنکته افکت اون فبل پروپورسیون دز ادولت. پروپورسیون یعنی ابعاد و مقیاس کمی، اون فبل پروپورسیون یعنی یک مقیاس کمی از ادولت ها رو در بر میگیره. ادیکسیون او زپقه به نظر شما وابستگی به وسایل ارتباطی مقیاس کمی از اونا رو در بر میگیره. اون فبل پروپورسیون فو فو. خب مرسی. بله غلطه، چون اونجا گفته بود بوکو، بوکو رو آورده بود، بسیاری از ادولت ها وابسته هستن و خودشون شاید نفهمن. خب من یکم سریع تر برم، وقتمون کمه. سال چهار، لوتیلیزاسیون در مودو پس آمپش لپیغت دو وله دزنفورماسیون اپرتیق دن اپره کنکته. استفاده کردن از مودو پس میتونه آمپش کنه
میتونه جلوگیری کنه؟ اگر که ما مود و پس داشته باشیم بچه، به نظرتون هکرها نمیتونن وارد بشن؟ بله غلطه. توی متن گفته بود حتی اگر که ما مود و پس هم داشته باشیم اونها میتونن وارد بشن، سیستم ما رو خراب کنن و اطلاعات ما رو ببرن. سمپلومان دت خویر لو سیستم او وله دزنفورماسیون، حتی با داشتن مود و پس. درست، فو بود، غلط بود. مرسی از دوستانی که جواب میدن. نه درست نیست عزیزم. اسمتون اسپید یکم سخت اسمتون. بعد سال چهار درست نیست، غلطه. اگر مود و پس داشته باشیم هم اونها میتونن وارد بشن و اطلاعات ما رو بدوزن، چیز طبق چیزی که توی متن گفته بود. خب تمرین بعدی برای کلمه هایی که داده سینونیم میخواد، برای هکینگ، هکینگ همون هک کردن هست توی متن، بچه ها چی رو به کار برده بود برای هکینگ؟ لو پیغتاج، که همون نوعی دزدی بود در فضای مجازی. لو پیغتاج، لو پیغتاج، لو پیغتاج برای هکینگ. سینونیم برای لدپاندانس، عزیزم تو چت اگر که بتونم براتون بنویسم حتما. برای اولی لو لو پیغتش، پیغتش. خب برای لدپاندانس بچه وابستگی یا حالا همون اعتیاد رو بونجور، بونجور، بیانوانو، خوش اومدید دوستان. یکم دیر اومدید ولی خب دیگه خوش اومدید بازم در هر حال. اگر کتاب داری صفحه 38 هستیم ما، تمرین شماره 2 اگر کتاب دارید، اگر نه هم که خوب گوش کنید. پس برای لد پانداس ما کلمه لدیکسیون، مرسی، براو، براو، لدیکسیون رو به کار برده بود توی متن به معنی همون وابستگی. و آخرین گزینه اکسل مانولین، همون تعرض‌هایی که توی فضای مجازی میشه رو یک کلمه براش گفته بود که زیادش هست بچه ها. چی بود؟ لو سیبر اخسولمان، نه پیغتاج اون برای هکینگ بود، هک کردن، هکینگ، نه نه برای اخسولمان لی، لو سیبر اخسولمان کلمه ای که توی متن به کار برده شده بود. اگر کتاب رو داشته باشید املاش رو همونجا چک کنید. خب بچه من تا وقت هست یه قسمت دیگه ای رو بهتون بگم که اینم لغات هست، مهم هست، تا وقتمون تموم نشده سریع اینو من بهتون بگم. خب مرسی از بچه هایی که جواب دادن، شرکت کردن توی تمرین ها. بریم قسمت بعدی، لغزو سوسیو، لغت هایی در مورد غزو سوسیو، ان غزو سوسیو و جمعش ده غزو سوسیو. اوغیق ان کمت سو ان غزو، اگه باز کنیم یه حسابی باز کنیم توی فضای مجازی یا همون سانسکریت کردن، میتونیم بگیم اوغیغن کومت سوغ رزو.
توی فاز مجازی حساب باز کنیم. کومانته یا لسه ان کومانتر، وقتی میخوایم کامنت بنویسیم زیر پستا ما فعل کومانته رو استفاده میکنیم، کومانته، یا اسمش رو اگر خواستیم استفاده کنیم، کومانته رو خواستیم استفاده کنیم با فعل لسه، کومانته او لسه ان کومانتر. اصطلاح دیگه فر لو بوز یعنی یکی مثلا پستی میذاره یه نفر خیلی سر و صدا به پا میکنه، اینو میگن فر لو بوز. وقتی یک پستی، عکسی، چیزی در فضای مجازی خیلی معروف بشه و سر و صدا به پا کنه، فر لو بوز میگیم ما. انتخول، تخول رو توی فارسی هم ما فکر میکنم که به کار میبریم، بچه ها تخول کلمش رو اینن همین رو میگیم، همون کاربرانی هستن که پیام ها یا پست های جنجال برانگیز رو میذارن تخول، یه حالت یه شکلک هایی هم داره تخول، اگر سرچ کنین براتون میاد. انتخول لدونه پرسونل یعنی اطلاعات شخصی، مثلا همون لز انفورماسیون پرسونل، لب پروتکسیون ددونه، حفاظت از صادق بوقی، آره عمل شروع کردن، بله لب پروتکسیون ددونه، حفاظت از اطلاعات شخصیمون، پروتکسیون ددونه. بچه ها برای اینکه یک چیزی رو ما توی انگلیسی حالا ما میگیم که شیر میکنیم دیگه، یک پست یا یک عکسی یک چیزی رو تو فضای مجازی شیر میکنیم، سه تا فعل برای ما گفته، پختجه، پوبلیه، پسته، هر سه تاش درسته، پختجه کردن، پوبلیه کردن و پسته کردن، هر سه رو به کار ببرین درست هست، پختجه اون فوتو، پوبلیه اون ویدیو، پسته ان لیان، پختژن اختیل، پس هر سه تا فعل درست هست. یه بار دیگه سریع میگم، پختژ، پوبلیه، پسته، هر سه تا درست هست. یه تمرین همینجا برای ما داده که جای خالی هست، من میخونم اینو، لطف کنید فقط یکم سریع چون وقتمون کمه، از کلماتی که الان استفاده کردیم اینجا بگین که بذاریم. ایله اوه ان سوخ سوخ زو، چی باز کرد؟ ایله اوبر ان، جای خالی، سوخ سوغزو، روی فضای مجازی چی باز میکنیم؟ درگاه زحمت کشیدن نوشتن، فقط یه سی اون اول اومده، نمیدونم چی، پختج پوبلی پسته، درسته، درگاه کمت، ایله اوبر ان کمت، حساب باز کرد روی فضای مجازی، درسته، پختژ بولی، درسته، پس ایله او بقن کم سوخ سوغزو، سوغزو جواب بعدی هم گفتم متاسفانه خودم، ادامه میدم، سوغزو سوسیال، ایل جای خالی یه فعل میخواد، بو کودو فوتو دولوی ایدو سفمی، چی کار میکنه یه عالم عکس از خودش و فامیلش، از فعلایی که گفتیم یکی رو به کار ببری، ایل جای خالی، بو کودو فوتو، عکس ها رو چی کار میکنه توی فضای مجازی؟ انکومت برای مال قبلی بود، پختج در که این پختج، پوبلی، پست، بله بله. سال بعدی پوغ عکس، پوغ accéder à la vidéo il suffit de cliquer sur le، روی کجا کلیک میکنیم بچه ها؟ سور لو، اگر بخوام یه ویدیو رو ببینیم باید کلیک کنیم روی il suffit de، کافیه که il suffit de cliquer sur le، سوغلو لیان، کلیک سوغلو لیان، روی لیان باید کلیک کنیم، ایل سوفیدو کلیک سوغلو لیان. و سال آخر،
ایل، دوباره یه دونه فعل میخوایم اینجا، ایل جای خالی، ان گران نمبر دو کنتونو دان لسپوار دو فر اون ایل پوبلی متاسفانه که بچه ها جوابا دیر میرسه و منم چون وقتی همه سری رد میشم. بله لیان مال اینه رزو سوسیو که مال قبلی بود. درسته درسته. الان این قسمتی که من ازتون سوال کردم اختیکل سوغل لیان بود، کلیک سوغل لیان بودون. آهان ایل پختج یا ایل پوبلی ان گران نمبر دو کنتونو دان لسپوار دو فر. دو فر یه اصطلاحی هم اول گفتم، فر لو بوز، به هدف اینکه خیلی سر و صدا کنه تو فضای مجازی اومد یه عالم محتوا رو پخش کرد. ایل پوبلی ان گران نمبر دو کنتونو دان لسپوار دو، به هدف دو فر لو بوز، دان لسپوار دو فر لو بوز. پس برای سر و صدا کردن اومد یه عالم اطلاعات رو پخش کرد. سانسو سوسیه، بدون اینکه نگران باشه، سانسو سوسیه دولا پروتکسیون دو سه، دو سه بدون که نگران چی باشه بچه‌ها این محتواها رو اومد پخش کرد. فقط به این فکر میکرده که فقلو بوز کنه، خیلی سر و صدا کنه تو فضای مجازی، نگران نبود. سانس و سوسیه دولب خودکسیون دو سه از چیش نمیخواست محافظت کنه. نگران نبود که از چی حفاظت کنه بچه ها؟ دو سه دونه پرسونل، اصلا نگران دونه پرسونلش نبود. سانسو سوسیه دولب پروتکسیون دو سه دونه پرسونل. پس بدون توجه به دونه پرسونل، فقط به هدف فرلوبوس، سر و صدای زیاد توی فضای مجازی یه عالم محتوا رو پخش کرد. خب قسمت بعدی در مورد لشانج دو مساج، برای اینکه بخوایم پیامی بدیم، ایمیل بگیریم، ایمیل بفرستیم، چی استفاده میکنیم؟ در ابتدا لبوات میل یعنی همون جعبه دریافت ایمیل ها، لبوات دو رسپسیون جعبه دریافت این باکسمون، رسوار ان ایمیل دریافت ایمیل. مرسی عاطفه جان، میگم دیر فقط اومد. بله دون پرسونل مال قبلی بود. اومدیم الان تو قسمت ایمیل، صندوق دریافت، برای دریافت ایمیل رسوواغن ایمیل، رسوواغن میل فرق نداره، رسوواغن میل، ان ایمیل، ان میل، یا یه کلمه دیگه بچه اگر سریع میگین که وقتمون تموم نشه، برای میل چی دیگه استفاده میکنیم؟ برای میل یا ایمیل یه دونه کلمه دیگه داریم، اینو برای من بنویسید تا من برم قسمت بعدی بعد بیام بخونم که ببینیم مترادف میل و ایمیل چی میشه. یه دونه کلمه دیگه از سه تا، ایمیل، میل و سومی رو شما بنویسید. اون پیس جوانت، اون چیزی که پیوست میکنیم، ان اسپم که دیگه مشخصه، اکخیرن ایمیل برای نوشتن یک ایمیل. در ابتدا میام چیکار میکنیم؟ کوریه، مرسی، کوریه، لتر برای ایمیل استفاده نمیشه. اون وایم که فعلش هست، همون کوریه هست، کوریه، ایمیل، میل، کوریه. مرسی از شماها. بچه برای نوشتن یک ایمیل، اکخیرن ایمیل مراحل رو میگه. اندیکه لوبژه دول ایمیل، اول اصلا ببینیم هدفمون چیه، موضوعش چیه این ایمیل. اندیکه لوبژه دول ایمیل،
جوان هر فیشیه یک فیشیه یک فایل اضافه میکنیم، انسره ان لین درج میکنیم اون لینکمون رو، لین کویل، مرسی مرسی بچه هایی که گفتیم کویل، انسره ان لین یه دونه لینک اضافه میکنیم، اجوته ان دستیناتر آن کپی، اجوته ان دستیناتر آن کپی همون سه سه که بیایم چند نفر رو اضافه کنیم که یک ایمیل رو در آن واحد برای چند نفر بفرستیم که همون سه سه میشه، اجوت اند سینتو آن کپی او آن کپی کشه سه سه ای، و وقتی که میخوایم ایمیل رو برای چند نفر بفرستیم، رپون ان ایمیل جواب دادن به ایمیل، ترانسفر ایمیل یعنی که فوروارد کردن لادرس، بله آدرس رو هم اضافه میکنیم همونجاست که اجوته ان دستیناته، منظورش همون بوده که آدرس رو اضافه میکنیم ببینیم دستیناته ما کیه، و در آخر هم برای فوروارد کردن اگر بخوایم استفاده کنیم ترانسفر لیمیل، فوروارد کردن ترانسفر لیمیل. بچه دو، یکی دو دقیقه دیگه وقت داریم، سریع من این تمرین رو در مورد این قسمت بگم و دیگه لایو رو تموم کنیم، یه قسمت از تمرین ها میمونه دیگه اونو خودتون زحمت بکشین انجام بدین. خب گفته که این جمله ها رو کامل کنین، پو تو مو جای خالی ست ایمیل سیلو پلی، برای من میشه چیکار کنی ایمیل رو، یه ایمیلی اومده از دوستش میخواد که براش مترادف همون گفتم که ما میگیم فوروارد کردن توی فرانسه چی باید بگیم، میشه این ایمیل رو برای من put to mo envoyer میشه، بله envoyer transfer، بله کلمه اصلیش که خب ما الان گفتیم همون ترانسفره بود، فوروارد کردن ترانسفره. j'aimerais le lire aussi mais je ne suis pas en، جای خالی من نیستم توی چیا، توی اونجا گفتم سه سه میگیم وقتی میخوام چند نفر یه ایمیل رو دریافت کنن، میگه من دوست دارم بخونم j'aimerais le lire aussi mais je ne suis pas en، من توی لیست کپی ها نیستم، جنسوی پان کپی، توی کپی ها من نبودم، وی سه سه دکار ایله توجور پرفرب دندیکه جای خالی، همیشه بهتره که ترجیحاً چیکار کنیم اندیکه جای خالی دن میل سی وو سویته کل سوالو پرسون، کاری که اکثرا نمی کنن بچه ها، چی رو نمیذاریم توی ایمیل هامون؟ ماها یه چیزی اون بالا خالی میذاریم، اینجا گفتن کار نکنین، ایله توجور پرفرب دندی که لبژه، تو قسمت لبژه هم یه چیزی بنویسید و لبژه رو خالی نذارین، یک سوژهی بنویسید براش دن میل سی و سویته کل سوالو، اگر دوست دارین سوژه، بله که حالا اوبژه میگه ما توی قسمت ایمیل کیل سوالو که خونده بشه پر سون دستیناتر، توسط دستیناترتون خونده بشه، یه اوبژه اگر براش بذارین اون بیشتر رغبت میکنه که بره اون ایمیل رو بخونه که ببینه چیه، که اصولا میگن که من هرچی دیدم اکثرا خالی میذارم متاسفانه. و قسمت آخر سی بودو و آن وایندو کما نوبلیه پلا، اگر که میخواین یک دکومان رو بفرستید فراموش نکنید چیو؟ میخوام یه دکومان دستینم، میخوام یه دونه دکومان یه فیشیه اضافه کنیم توی ایمیلمون، بچه اون پایین یه دونه علامت گیره داره ها، اونو به چی میگن تو فرانسه؟ تو فارسی بهش میگیم پیوست، اون فایلی که میخواییم رو پیوستش میکنم، توی فرانسه بهش چی میگیم؟ نوبلیه پلا،
ajoutant لیان اتش فکر میکنم انگلیسی بیشتر باشه، اون پیس جوان، دقیقا پیس جوان میکنیم، آره اونو پیوستش میکنیم، لا پیس جوانت همون پیوستی است که ما انجام میدیم، همون علامت گیره، لا پیس جوانت. بچه وقت ما تموم شد، 2 3 دقیقه هم از وقتمون بیشتر رفتیم، یه قسمت کمی از هم از چیز موند اینجا، خیلی زیاد نیست، در حد چند تا جمله که خودتون بخونید. امیدوارم که استفاده کافی رو از این لایو برده باشین. خیلی خوشحال شدم که در کنار هم 1 ساعت رو گذروندیم. مرسی اوو، مرسی بوکو، مرسی، مرسی، اوه، مرسی. Merci à toutes et à tous. ممنون که وقت گذاشتید، شرکت کردید. شب خوبی داشته باشید دوستان.